این موضوع سینوسی رو که راجبش صحبت میکنن ما بیام نگاه کنیم تو شاخص‌های مختلف. لحاظ شاخص آمادگی جسمانی تیم ما به هیچ عنوان نوسان نداشت. یعنی شاخص آمادگی جسمانی تیم نشون میداد که با وجود فشردگی مسابقات به دلیل پروسه ریکاوری خوبی که طراحی شد قبل از تورنمنت. ببینید ما یه ریکاوری سنتر درست کردیم توی طبقه ام دپارتمان شنیدم داشتیم. آره یه طبقه اونجا ریکاوری سنتر داشتیم، تجهیزاتی رو تونستیم با تلاش کادر مدیریتی و کادر فنی خریداری کنیم که پروسه ریکاوری بسیار عالی با توجه به تلاش کادر بدنسازی و پزشکی تیم برای بازیکن‌ها داشته باشیم. تو بازیکنایی که 10 نفره 120 دقیقه ما بازیکنی داشتیم 16 کیلومتر بله بله جلوی سوریه دویده بود رامین رضاییان، همون بازیکن 90 دقیقه جلوی ژاپن دوباره سه روز بعد بازی با کیفیتی داشت، دوباره آمار دوندگی بالای 11 اونیم. پروسه ریکاوری خیلی خوبی داشتیم. علاوه آمادگی جسمیتون بسیار تو شرایط خوبی بود که باید تشکر کنیم از آقای دکتر قربانی پور بدنساز تیم و کادر پزشکی تیممون آقای دکتر خانلری و آقای دکتر شاب. برای همه بازیکن‌ها اینطوری بود کاملا. ما اصلا پاچور احسان آیصفی تو بازی با قطر تعویض شد. احسان فنی بود؟ نه احسان آیصفی دلیل تعویض احسان آیصفی گرفتگی شدید تو عضله در واقع پشتی بدنش بود که متاسفانه نداشت دیگه. نه این آسیب دیدگی نبوده، این آسیب دیدگی در واقع اون گرفتگی که اون موقع بازی اتفاق میفته. شما مثلا ضربه بود، ضربه‌ای که به پشتش به عضله در حالت انقباض ضربه خورده چرا تو بازی با ژاپن اصلا نبود؟ این تصمیم تاکتیکی بود، نه فقط فنی بود. این تصمیم تاکتیکی بود که راجب همون موضوعاتی که صحبت کردم، احسان یه خصوصیت فنی خوبی داره، میلاد محمدی خصوصیت فنی خوبی داره، همین موضوع راجب رامین صادق هم صدق میکرد، راجب هافبک‌های میانیم، راجب دفاعمون، راجب بازیکن خط جلومون، به نسبت شناختی که از بازی‌های تیم‌های حریفمون داشتیم. ببین ما کار آنالیز گروه آنالیزمون و گروه فنیمون از قبل تورنمنت شروع شد. ما همه تیم‌های تورنمنت رو یه آنالیز از فیفا دیگه قبلشون داشتیم، یه تحلیل کاملا جامع داشتیم و میدونستیم قرار برابر چه تیمی با چه بازیکنایی با چه مدل بازی و با چه مربی. یعنی مثلا ما میدونستیم سرمربی امارات با عنوان یکی از حریفای محلی گروهیمون جلوی یه تیپ از تیم‌ها چجوری فوتبال بازی می‌کنه، جلوی تیپ از تیم‌ها چجوری حتی رو چیدمان بازیکناش. چرا؟ چون 8 تا بازی تیم امارات رو دیده بودیم که 6 تاش با این سرمربی بود. لحاظ آمادگی جسمانی به نظر من کاملا دیتا اطلاعاتمون نشون میده که تیم روی روال خیلی خوب بود، حتی تو بازی با قطر. لحاظ فنی ما جاهایی بعد تغییرات ایجاد میکردیم. ببینید آقای خیابانی یه موضوع خیلی مهمی وجود داره، متاسفانه به این موضوع اصلا نگاه درستی نشده. خیلی فاصله بین تیم‌ها تو این تورنمنت کم بوده. ببینید من به یاد دارم وقتی ما رفتیم تورنمنت اردن همه صحبت از این میکردن که برای چی تیم ملی رفته تو این تورنمنت شرکت کرده. دو تا از تیم‌های اون تورنمنت رفتن فینال خودمون سه تا. خودمون تو واقعا آقای خیابانی دقیقاً به همین موضوع این نشون دهنده اینه که فاصله بین تیم‌ها تو آسیا خیلی کم شده. چرا؟ شما حتی میگید هنگ کنگ. ببینید وقتی وارد تورنمنت میشید، نه الان میخوام بگم قطر چرا هیچ بردیمش، چرا سه دوش باختیم؟ البته اون تیم‌ها با این تیمایی که تو جام ملت‌ها بودن یه کوچولو متفاوت بودن. یعنی ما اونجا به قطر چهار تا زدیم که اونجا بودن تو فینال‌ها رو اومدن فینال. خب تیم‌ها تیم‌ها نبودن. تغییراتی شکل می‌گیره، بعد شرایط بازی به بازی متفاوته. ببینید ممکنه به طور مثال میگم آلمان با برزیل بازی می‌کنه، نتیجه میشه شما نکنم 7-1. 7-1 ممکنه 100 بار دیگه بازی کنن 99 تا نتیجه دیگه رقم بخوره. فقط آقا من یه چیزی بگم، چون 20 دقیقه نمیشه چون تورنمنت آقا من میخوام خدا که تورنمنت عوامل مداخله گر زیادی تو تورنمنت. من میگم برگردیم به همون سوال آقا جواد، این سینوسیه از فلسطین به هنگ کنگ. الان فلسطین تموم شد به هنگ کنگ برسیم لطفا که از یه جه شروع کنیم به نتیجه. اعتقاد داری برای توزیع تیم آقا هنگ کنگ کار برای توزیع انرژی بازیکن؟ اعتقاد داری آقا سعید که بازی هنگ کنگ تیم ایران بد بوده یا نه؟ بد به چه معنیه؟ خوب نتیجه نگرفت. آقا قابل قبول بود. اجازه میدیم من صحبت با همین میخوام بگم. ببینید تیم ملی ایران یه استانداردی داره در نگاه فنی، از اون استانداردمون از نگاه فنی پایین‌تر بودیم، درسته؟ ولی برای بردن اون بازی کیفیت لازم از خودمون نشون دادیم. کیفیت لازم کجا میشه؟ امید گله میشه. کیفیت لازم کجا میشه؟ سوار بودن رو جریان بازی میشه که به حریف موقعیت گلزنی ندی. به اندازه‌ای که خود قلمی بعد از اون بازی اومدن مصاحبه کردن که ما کردیم. بازی رو دیدیم، عملکردمون قابل قبول بود. اجازه میدید خب من راجع چه صحبت میکنم؟ ببینید یه زمان از آقای قلمی شما نمیدونید قلمی با بازیکن‌ها توی جلسه فنی راجع به چه موضوعی صحبت کردن. من راحت به شما میگم شاید اصلا گفتن شاید اینجا درست نباشه. آقای قلمی به بازیکن‌ها بعد از بازی هنگ کنگ میگه بازی رو بردید، کیفیت خوبی از خودتون نشون دادید، ولی نمره شما از 20-18 دیروز با نمره 12 بازی رو بردید، ولی نمره 12 شما از حریف بالاتر بوده. ببین شما توی تورنمنت نمیتونید تو همه بازی‌ها با کیفیت برید جلو. این کاملا یه چیز طبیعیه آقای. آره دیگه چرا قطر عمر نباشه؟ چرا اردن عمر یه جوره؟ قطر عمر یه جور بوده. بازی قطر ازبکستان کدوم تیم لیاقت بردن داشته؟ من میگم
ولی برده اگه بازی آخ نه خب ما هنگ کنگ رو بردیم بس آقا هنگ تو روزی که نیا آقا نه 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 آقای خیابانی هنگ کنگ و ازبک آقا سعید یکی نکنی آقای خیابانی اجازه بدید هنگ کنگ کجای آسیا است ازبکستان شما باش دو دو مسابقه کردید آقای خیابانی اجازه بدید ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم راجع به کیفیت فنی بازی داریم صحبت میکنیم من میگم ما رو جلوی هنگ کنگ ببینین کیفیت فنی به نسبت حریفه حریف چه کیفیتی از خودش نشون داده ما چه کیفیتی نشون دادیم ما کیفیت فنیمون در حدی بوده که بتونیم در بازی با هنگ کنگ با یک پیروزی حتی بیشتر از نتیجه یکیش بیام بیرون ولی نسبت به کیفیت فنی اصلی اینان کیفیت پایین‌تری نشون داده. آقای الهویی آقای قلعه‌نویی بعد از بازی با سوریه هم گفتن مصاحبهشون هست دیگه مستند دیگه ما که نمی‌خوایم چیزی کم و زیاد کنن شما نباید راجع به که بزرگای تیم انتظاری که داشتن برآورده نکردن نباید راجع به سیاست‌های در واقع رسانه‌ای یک سرمربی این که چه چیزی رو میگه ببین خیلی وقتا این مدیریت سرمربیه آخه چون شما گفتید این مدیریت سرمربیه که یک جای بعد از کلمات استفاده کنه ببین بزرگتر تیم ما کیا بودن الهاز سنی عزم می‌کنم امید ابراهیمی تو بازی با ژاپن اومد تو و معرفی بازی گفتم چون فرمودید آقای قلعه‌نویی حرف زدن که فشار رو بازیکنو نباشه میگن خب این تناقض است یه جایی هم لازم میدونن نه همین دارم عرض میکنم یه جایی این مدیریت سرمربیه که یک جایی لازم میدونه با واج ببین کنفرانس مطبوعاتی برای چیه شما به عنوان سرمربی تو کنفرانس مطبوعاتی مربی بزرگ دنیا اینجوری هست خیلی وقتا یک واژه یک کلمه ای رو استفاده میکنن که یک ضربه ای به تیمشون لازم ذهنی بزنن که تیمشون رو به یک مسیر سوق بدن کدوم بازی این صحبت رو کردن آقای قلعه‌نویی؟ بزرگ راجع بازیکن بزرگ بعد از سوریه. سوریه نتیجه این رفتار و این صحبت آقای قلعه‌نویی و این مدیریتش رو در بازی با ژاپن لازه زنی رو بازیکن‌ها دیدید یا نهیدید بازی پس برد ایران مقابل ژاپن نه غیر از مسئله فنی مسئله ذهنی هم دارم عرض میکنم لازم ذهنی دونه دونه بریم دیگه یک تیم بسیار 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 متفاوت این اگه باشه تاثیر یه سر کلام یه سرمربی باشه پس چه این همه تمرین من احساس میکنم عرض میکنم شما پکیج متوجه نمیشید میگم در کنار مسئله فنی آقا سعید من احساس میکنم که امیرخان قلعه‌نویی خودش بعد از اون مصاحبه سوریه فهمید که اشتباه کرده و بعد حرفش رو عوض کرد عوض نکرد چرا حرفشو بعدن عوض کرد گفت من منظورم اصلا این نبود اول آقای خیابانی من نصار داد از علی دایی و احسان حاکمی آقای خیابانی من الان در مورد مسئله فنی من اومدم راجع به مسئله فنی تیم ملی صحبت بکنم درسته ولی من دارم خارج از مسئله فنی بریم فنی شما بریم فنی حرف شما درسته بریم فنی راهکارهایی که یک سرمربی برای اینکه لحاظ ذهنی تیمش رو به سمتی که میخواد ببره داره یه بخشش تو کنفرانس مطبوعاتی و این شما در تیم نبودید آیا ما نباید از گروه صعود میکردیم که پوز سعود رو داریم میدیم آقا جواد اینو ببندیم سوال شما رو پس ما هیچ وقت پوز سعود ندیم آقا جواد این سوال شما رو ببندیم پس شما اعتقاد دارید به عنوان کادر فنی که روند تیم ملی سینوسی نبود روند تیم ملی ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا مثل هر تیم دیگه در یک تورنمنت بالا و پایین داشته نسبت به کیفیت خودش کیفیت ایران ممکن از 20-18 باشه یک روز 17 نشون داده یک روز 15 یک روز 16 این کاملا یه چیز طبیعیه این پشتش مباحث ذهنی هست پشتش مباحث جسمانی هست پشتش مباحث فنی هست آمادگی جسمانی هست بذارید آخه نمیشه همه موضوع به این موضوعی خارج از بحث این برنامه است ببینید از لحاظ فیزیولوژیکی و علم تمرین شما نمیتونید یک انسان رو بیش از 21 روز در پیک عملکرد جسمانی نگهدارید پس باید چیکار کنید وقتی وارد یه تورنمنتی میشید که ممکن از 20 روز بیشتر بشه یک جای اون تورنمنت شما باید یه فشار جسمانی تو یه روز یه بازیکن بیارید وقتی فشار جسمانی میاد چه اتفاقی میفته آیا تو چی اور ترنینگ میشه دیگه تارا اور ترنینگ نمیشه شما نیاز دارید به دوباره برگشت بالا تا اولیه ریجنریشن نیاز دارید درسته وقتی ریجنریشن میدید دو سه روز بازیکنتون از اون عملکرد جسمانی مناسبش یه خورده اوف میکنه بعد دوباره برمیگرده تو سطح بالاتری از قبل شما وقتی توی تورنمنت 3 روز به 3 روز 4 روز به 4 روزی که بیش از 20 روز میدونید درش قرار میگیرید پیک عملکرد جسمانیتون باید کی باشه سه تا بازی نهایی تورنمنت درسته بود پس یه جاهای علاوه جسمانی بله عملکردمون جلوی ژاپن به عنوان تیم با کیفیت جلوی قطر عملکرد جسمانیمون خوب بود پس یه جاهای ریشه در این داستانا داره یه جاهای شما تو تورنمنت یهو 4 تا 5 تا بازیکنتون عوض میکنید که بتونید توزیع آمادگی جسمانی تیمتون رو اشاره کردیم با خیابونی به دفاع یه جاهایی میخواید بازیکناتون بیاید اصلا تو جریان بازی چون میدونید که آقا مثلا بازیکن ایکس که این بازی بازی کرده بازیکن یک سه تا بازی بعد به درد بازیتون میخوره تنها فرصت اینه که این بازی بیارینش رو فرم 90 ما چون همینجوری داریم زمان از دست میدیم آقای خیابونی شما سوال داشتین بله. من میخوام به هنگ کنگ هم برسم که آقا ما تو تمام بازی ها غیر از هنگ کنگ دروازه‌مون باز شده این دلیلش چیه من مخالفم با آقای سعید عزیز من که میفرمایین که تیم ایران
تیم مناسبی بوده برای این تورنمنت و سینوس هم نداشته، بسامد هم نداشته، فلورانسی هم دو هیچ کدوم از مسابقات نداشته و همه جا هم یه جور بوده. درست آقا سعید فرمان شما سیگه الان متوجه منظور من نشد. من گفتم تیمی که نمره 16 یه روز 17 بازی میکنه یه روز 16 روز 15. من نمره به نظر هر کارشناسی موقعی این خطرناکه که شما یه روز 18 باشه یه روز بری بشی 9. این عملکرد سینوسی خطرناکه. شما هیچ وقت وقتی که یک عملکرد سینوسی با دامنه کوتاه دارید خطری اتفاق نمیفته براتون. خب ما چون دامنمون کوتاه بود خطرناک نشد. اگر ما یه روز 18 بودیم یه روز میرفتیم 9، مطمئنا تو این تورنمنت که تیم‌ها کیفیتشون هم نزدیکه میتونستیم جلوی هر تیمی شکست بخوریم، ولی این اتفاق به این شکل نیفتاد. خب آقا سعید پس چرا؟ چون دامنه سینوس ما، عملکرد سینوسی ما زیاد نبود، دامنه به شدت کوتاه و کوچک بود. پس ژاپن هم جلوی ما عملکردش افت کرد که ما بردیمش دیگه. اینجوریه، ژاپن افت کرده ما بردیمش، ما خوب نبودیم بردیمش. اگه جواب شما اینه، نه جواب شما اینه، نه اصلا ارتباطی نداره. شما دارید میگید که ما ژاپن ممکنه اون روز تو عملکرد سینوسش تو جایگاه خوبی بوده باشه، لحاظ تاکتیکی شکست خود در برابر ما. ژاپن کاملا علاوه آیا کره سینوس داشت؟ عملکرد کره هم تو دوتا بازی سینوسی بود، ولی به نظر میرسه تقریبا لولش یه جور بوده. کره باخته، نتیجه رو باخته، ولی عملکرد ما بالا پایین داره. یعنی کره در برابر مالزی عملکرد خوبی داشت. اصلا ما بازی گروهی نه بازی گروهی رو کار نداریم، داریم بازی یک هشتم به بعد. شما دارید الان با یه شخص دارید نگاه صحبت میکنید، خب که تمام بازی تورنمنت ها خیلی هاشو یه بار دیده، بعضیشو بیشتر از یه بار دیده چون شغلش بوده، بعد یهو یه فکت اشتباه میاد. نه بعد فکت اشتباه میاد. من بازی جام ملت‌های آسیا هر کدومو 5 بار دیدم. اگه شما دو بار دیدید من 5 بار دیدم. شما میفرمایید کره کاملا عملکرد سینوسی شدیدی داشته. در سه بازی یک هشتم کره در برابر اردن کیفیت خوبی نداشته. کره در برابر استرالیا تو 10 دقیقه پایانی بازی به بازی برگشت، در برابر استرالیا تو یکیش دو تا موقعیت 100 درصد گل استرالیا، ولی برگشته و برده بازی رو کنید. آقایون شما خب برگشته خوب بوده دیگه. اجازه بدید آقای خیابانی، اجازه بدید. اگه ما دوست داریم در مورد پیرامون تیم ملیمون بیشتر صحبت کنیم. ما داریم اصلا فکتامون اشتباه است. ببینید ما اومدیم راجع به تیم ملی صحبت کنیم، بعد فکتامون فکت درست بپذیرید آقا سعید که تیم ایران در ببینید شما میخواد فقط لحاظ فوتبالی آقا سعید نشستی بالا، فقط بالا نگاه نکن آدم ها رو. تیم ایران در مقابل هنگ کنگ ضعیف بازی کرد، بپذیرید. تیم ایران جلو سوریه بد بازی کرده، بپذیرید. چه نمیپذیرید؟ شخصی که اینجا نشسته تو شروع صحبتش از طرف کادر فنی به مردم سرزمینش گفته شرمنده‌ام، این تیم متعلق به شماست. من آدمی هم که مسئول شدم به هر اندازه تو تیم شما کار برای شما و خوشحالی شما انجام بدم، میگید از بالا نگاه نکن. این جمله شما اصلا جمله عادلانه ای نیست. شما دارید با آدمایی صحبت میکنید که همه چیزشون و همه تلاششون رو به عنوان یک انسان عادی این جامعه برای تیم گذاشتن و به این فکر کردن که امروز اینا اینجا نشستن، ممکنه فردا یه نفر دیگه. این جایگاه منو نساخته و من هم به این جایگاه صندلی که روش نشستم مثل بقیه اعضای تیم، آقای قلعه‌نویی و بقیه اعضای تیم، نه شخصیتمون از این جایگاه گرفتیم و نه فکر کردیم این جایگاه ابدیه. امروز تقدیر بر این بوده اینجا باشیم، تمام تلاشمون رو کردیم برای خوشحالی مردم. نگید ما از بالا به پایین نگاه کردیم، ما به هیچ آدمی از بالا به پایین نگاه نکردیم. این تیم متعلق به مردمه، به هر عزیزی از این سرزمینم که بیاد از ما سوال بپرسه با کمال میل جواب میدیم.